با درود و عرض ادب و حرمت تقدیم شما پارسی زبانان و مخاطبان عزیز پارسیبان، امید است تندرست باشید. در ادامه معرفی آثار مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، این بار اثر دیگری تحت عنوان تفسیر ملا جامی را به معرفی میگیرم. یکی از آثار کمتر معرفی شده مولانا جامی تفسیر سوره بقره یا فاتحه، معروف به تفسیر ملا جامی است. اجازه دهید پیش از پرداختن به چگونگی این تفسیر اشاره ای داشته باشم به این که چه کسی یا چه کسانی از تحقیقگران و پژوهشگران از این تفسیر نام گرفتند. عبدالواسط نظامی باخرزی در مقامات جامی فهرست 42 اثر او را ثبت نموده و نخستین اثری که در لیست مقامات جامی آمده همین تفسیر جامی است که از آن به عنوان اجزای تفسیر نام گرفته است. قدیمی ترین مؤلفی که فهرست جامع‌تری از آثار مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی ارائه می کند، سام میرزا صفوی در تذکره تحفه سامی است. او شمار آثار مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی را 45 مجلد بزرگ و کوچک، عربی و فارسی، منظوم و منصور تعداد می کند و از نخستین اثر جامی از همین تفسیر مولانا جامی نام می گیرد و آن را تفسیر و ایای فرهبون می نویسد. این اثر جامی را امیر علی شیر نوایی در کتاب نصائب المحبه با عنوان تفسیر، عبدالواسط نظامی باخرزی از آن با عنوان اجزای تفسیر، عبدالغفور لاری و سام میرزا صفوی این اثر جامی را با عنوان تفسیر تا آیت و ایای فرهبون نام گرفتند. بیشتر پژوهشگران منبر شکل نوشته شده عبدالغفور لاری و سام میرزا صفوی را قبول کرده اند، ضمن آن که این اثر با تفسیر نامه و تفسیر مولانا جامی و شکل‌های نوشته نوایی و نظامی آن را در کتاب‌ها و تذکره‌ها می‌توان یافت. دولتشاه سمرقندی در تذکره‌اش ادعا می‌کند که مولانا جامی در آخر عمر به نوشتن تفسیر مشغول بود. همین نوشته و نظریه باعث گردیده برخی از پژوهشگران به این نتیجه برسند که گویا مولانا جامی را فرصت دست نداده تا این تفسیر را تکمیل کند. اما نسخه ای از تفسیر ملا جامی یا تفسیر سوره فاتحه و بقره در کتابخانه دهلی نو به شماره 504 نگهداری می شود و عکس این نسخه به شماره 1159/20 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است که تاریخ کتابت این نسخه سال 867 هجری قمری می باشد. اگر تاریخ کتابت این نسخه را بپذیریم، جامی لااقل کمتر از 50 سال سن داشته که این تفسیر را نوشته است. البته این نکته نیز قابل یادآوری است که از جامی تفسیرهای کوتاه که متضمن تفسیر برخی از آیات و سوره های قرآن می باشد در دست است. از جمله تفسیر سوره فاتحه به فارسی، تفسیر سوره اخلاص به فارسی و تفسیر قرآن مجید به عربی که این تفسیر اخیر تفسیر سوره بقره است و میرسد به آیه 40 آن. همچنان دو تفسیر دیگر نیز به جامی نسبت داده می شود که در خور تأمل است. تفسیر سوره ام و تفسیر سوره یاسین. تفسیر ملا جامی تفسیر مختلط و مختصری است با ذکر روایاتی مناسب آیات از طریق اهل سنت که در یکی از نسخه ها فقط تفسیر سوره فاتحه و اوایل سوره بقره تا آیه و من الناس من یقول آمنا سوره بقره آیه 7 آمده و یا بیشتر از این نوشته نشده است. سپس این تفسیر را عبدالغفور لاری به بیاض آورده و این تفسیر را محمد باقر حجتی در کتاب کشاف الفهارس از عبدالرحمن جامی می نویسد و آن را به عنوان تفسیر جامی یاد می کند. از تفسیر ملا جامی یا تفسیر سوره فاتحه و بقره نسخ فراوانی به دست آمده. با توجه به پژوهشی که صورت گرفته و منابعی که در این زمینه در اختیارم هست، تا کنون 11 نسخه از این اثر جامی به دست آمده که این نسخ خطی در کتابخانه ها و موزیم های کشورهای ایران، هندوستان، ترکیه، آمریکا و دیگر کشورها نگهداری می شود. همانطوری که پیشتر هم اشاره گردید، قدیمی ترین نسخه ای که از تفسیر جامی تا کنون به دست آمده نسخه ای است که در سال 867 هجری قمری کتابت شده و در دهلی نو نگهداری می شود. این اثر جامی تحت عنوان تفسیر ملا جامی من اول سوره فاتحه الی قوله تعالی و ایای فرهبون
آیت الاربعین مع سوره البقره تالیف علامه مولانا نورالدین عبدالرحمن فرزند احمد فرزند محمد متوفا سال 898 هجری قمری در بیروت لبنان منتشر شده است. همچنان این اثر جامی تحت عنوان تفسیر جامی تالیف المفسر نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن الحنفی الحروی به کوشش عبدالمطلب اریا استاد تفسیر و علوم قرآن جامعه استانبول ترکیه در سال 2020 میلادی منتشر شده است که گویا این آخرین چاپ تفسیر جامی می باشد. این بود معلوماتی مختصر و کوتاه از تفسیر ملا جامی که تقدیم شما عزیزان شد. در برنامه بعدی اثر دیگری از جامی تحت عنوان تحلیلیه یا رساله لا اله الا الله را به معرفی خواهم گرفت. از توجه شما سپاسگزارم.